خب خیلی عمالی، من میخواستم که در انتهای کلاس بشینم و تحلیل تکنیکال داشته باشیم یکمی روی چارت هامون. دیدم توی تایم فریم پایین خیلی خبری نیست، میخوام توی تایم فریم هفتگی بمونم با توجه به که آخر هفته است، بقیه بازارها بستن چند ساعت دیگه باز میشن، ولی خب بیت کوین هم تا 5 ساعت دیگه کندل هفتگیش بسته میشه. فکر بدی نیست که نگاهی به تایم فریم هفتگی بندازیم ببینیم که اوضاع از چه قراره، هم راجع به بیت کوین، هم راجع به بازارهای دیگه، راجع به دلار، راجع به بازار بورس، بورس آمریکا رو بعد بکنیم ببینیم اوضاع از چه قراره. از هفتگی بیت کوین شروع میکنم. این خطهایی که ما اینجا کشیده بودیم اگه یادتون باشه هفته گذشته فعلا هنوز توی بازی نیومدن. من یه موضوعی رو مطرح کنم دوستان، یک دیدی وجود داره، یک نگاهی وجود داره که ما همیشه میگم بعد حواسمون به پشت سرمون باشه. خب ما همیشه حواسمون به پشت سرمون باشه و این به چه معناست؟ به این معناست که اگر تئوری ما، تئوری پایه یا پلان، بیس پلان ما درست نباشه و این پول بک کماکان ادامه داشته باشه، ادامه راه چه به چه شکل خواهد، چطور باید باش رفتار بکنیم؟ پلان بی، حالت دومی که وجود داره اینه که ما الان در یک پول بک باشیم. یکی از دوستان یه چیزی فرستاده بودن، یک نموداری فرستاده بودن، مطمئن نیستم این خطشون رو چطور کشیده بودن، اما anyway یک خطی کشیده بودن، خط سعودی کشیده بودن و میگفتن که خب آقا این شکست اتفاق افتاده، داریم برمیگردیم برای تست و قرار ادامه حرکت به سمت پایین رو ببینیم. نمیگم درسته یا غلطه و درسته که باید حواسمون باشه به اینکه شاید این حرکت یک پول بکی به این خط روند هاست که برگردیم به پایین. پس این بد نیست که گوشه ذهنمون باشه، هرچند که هم فاندامنتال ها به نظر من دارن چیز دیگه ای رو نشون میدن، هم تکنیکال ها دارن چیز دیگه ای نشون میدن. تو تایم فریم هفتگی یه کندل انگالفینگ داریم میبینیم، کندل پوشاننده داریم میبینیم، صحبتاش رو قبلا کردیم، هرچند که هنوز خیلی با قدرت گرفتن فاصله داریم، اما حمایت 30,000 دلار خیلی خیلی قوی خودش رو نشون داد. حمایت 30,000 دلار خیلی خیلی قوی خودش رو نشون داد. میگم زیر 30,000 دلار بعد از سال 2021 شاید 4-5 روز بیشتر نداشتیم. این خودش خیلی خیلی نشانه بزرگیه. باز هم کندل های قدیمی تر رو نگاه بکنیم، این دوجی که اینجا، این همری که داریم اینجا میبینیم، کماکان بهش احترام گذاشته شده. کماکان اگر شما اینجا وارد شده بودین و استاپلاستون این پایین بود، کماکان استاپلاستون حداقل نخورده بود و به نظر من کماکان هنوز اون ساختار بریش هنوز به دست نیامده، هنوز ساختار بولیش نیست. ساختار وقتی بولیش میشه که خیلی جدی از اینجا بیشتر بشکنیم. هرچند که میگم توی تایم فریم های پایین تر این خط آبیمون رو شکستیم، خیلی تمیز و رفتیم بالا. بعید نیست میگم چیزی که من انتظار دارم این که ابتدای هفته آینده یک پول بک داشته باشیم، حتی شاید پایین تر به 31-32,000 تا، ولی هنوز اونقدر قدرتمند نیست. کی قدرتمند خواهد بود؟ وقتی که خط بنفش رنگ و حمایت 42-43,000 دلار شکسته بشه. برگردیم به تایم فریم هفتگی، بریم سراغ دلار. شاخص دلار رو میخوایم نگاه کنیم. تایم فریم هفتگی مقاومت 93 اسمش رو بذاریم، مقاومت 93 دلار در شاخص دلار DXY خودش رو نشون داد. قیمت در انتهای هفته که به پایان رسید 92.9 دمون بسته شد، پس یعنی زیر 93 نشانه بریشی هست. میگم از لحاظ فاندامنتال کماکان قدرت دست دلار نیست، حتی نسبت به ارزهای دیگه، هرچند که یورو یک کمی ضعف نشون داده از خودش. به نظر میاد که اون قدرتی رو که در ابتدای سال 2021 داشتیم رو از دست داده، اما خیلی از ارزهای دیگه دارن قدرت خودشون رو پس میگیرن. دلار کانادا به خاطر یه جورایی به خاطر نفت این هفته دوباره تونست قدرتش رو پس بگیره، بعضی پول بک قابل توجهی که زده بود. پوند کماکان قدرتمند، توی مثبت بودن این روند حرفی نیست. استرالیا هم همینطور، توی دلار استرالیا به ین ژاپن یکی از جفت ارزهایی که زیاد نگاه میکردیم رو و کلی ترید مثبت باش گرفته بودیم رو با هم ببینیم. یک ترید شورت خیلی زیبا اینجا به وجود اومد توی تایم فریم 8 ساعته، خیلی قشنگ میشد دیدش. اینجا یک خط روندی بود که شکسته شد، برگشت تست شد نقطه شکست، مقاومت حمایت شکست به شکل مقاومت تست شد و حتی دوباره تست شد. یعنی چی؟ یعنی اینجا شما یک بار اینجا فرصت فروش داشتین، یک بار اینجا فرصت فروش داشتین و این روند رو به پایینی که شروع شد و اینجا دوباره فرصت فروش دوباره ای به وجود اومد و کماکان به نظر روند ادامه داره، هرچند که با حمایت در 80 ین مواجه شد.
برگردیم تایم فریم هفتگیمون، یه دو تا سهام رو هم با هم ببینیم. تسلا یکی از بازارهای خیلی جالبی بود که خب ما همیشه دنبالش میکردیم. به شخصه سرمایه توی تسلا ندارم اونقدر شاید دوستش ندارم که بخوام سرمایه توش داشته باشم، اما الان جایی که هستیم دقیقا روی یک روند صعودی از ابتدای سال 2020، بازگشت کامل به این نقطه روند. اگر خریدار هستین اینجا نقطه خوبی است برای خرید، به شرطی که استاپلاس نسبتا قابل قبولی با 100 دلار فاصله توی 520 بتونین داشته باشین. اگر هم که دنبال میگم شیت های طولانی مدت تر هستین، واقعا خب شما اصلا انقدر نباید قیمت ها واسه تو مهم باشه، همین که الان روی این خط روند هستین میتونه جالب باشه. اما ببخشید، من قبل از که به سراغ بازار تک سهام ها میومدم باید سراغ بازار کلی بورس میومدم. ببینید کماکان حرف هامون سر جاشه، کماکان بازار بورس داره در یک کانال رو به بالا حرکت میکنه. میدونم که هفته پیش خبرهای جالبی، دو هفته پیش بوده شما خبرهای جالبی شنیدیم که آه دیگه بازار بورس ریخت، دیگه تمام شد، این حباب بالاخره داره میترکه. دوستان این چیزیست که اخبار برای شما بزرگ کردن و این چیزیست که به شما نشون نمیدن. تغییر قیمت از 2600 تا 4400 روی بازار بورس، روی شاخص بازار بورس، این چیزی یک سهم نیست، شاخص بورس، چیزیست که به شما نشون نمیدن و چیزی که بهتون نشون میدن و کل صفحات اجتماعیتون رو بر بازشون پر میکنن، یک ریزش از 4400 به 4300. حواستون باشه به حرف کی دارین گوش میکنین و چه معنایی ازش برداشت میکنین. کماکان توی این کنن توی این چنل داریم رو بالا پیش میریم توی بازار بورس. دیگه خدمت شما عرض شود که طلا رو ببینیم با هم. طلا رو بعد جالب باشه، طلا بعد از اینکه این پرچم رو شکستیم، این پرچمی بود که چندین ماه راجبش صحبت کردیم، اینکه توی این پرچم بودیم باعث شد که ما جز اینجا جای دیگه ای وارد ترید نشیم و اینجا هم یک دونه ترید ناموفق داشتیم. اما اینکه تونستیم توی این 6 ماه دست به ترید لورج داره طلا نزنیم باعث شد که چی بشه؟ باعث شد که کلی سود بکنیم با ترید نکردن. این دوباره یک بخش دیگه از بحث روانشناسی که این جلسه با هم صحبت کردیم. اما چیزی که دیده میشه دوباره اینه که این شکست از این خط روند، شکست تست موفق و ادامه حرکت، یعنی موج 1، موج 2 و آماده موج 3 میتونیم باشیم. خیلی خیلی جذاب به نظر میاد بازار طلا در طی چند ماه آینده، یک سال آینده. نفت رو داشتیم، نفت هم کماکان بعد از اینکه از این پرچم ما در انتهای سال 2020 شکست، کماکان روندش رو به بالا داشت. اگه یادتون باشه موقعی که نفت روی 45 46 دلار بود حرف از نفت 100 دلاری می‌زدیم و گفتیم قد اصلا دور از دسترس نیست، الان بیش از همیشه در دسترس به نظر میاد. این ریزش بزرگش واقعا جذاب بود در هفته گذشته. اگر جا مونده بودین از این روند، اینجا جایی بود که میتونستین زیر 70 دلار نفت یا حالا چیزهای مرتبط به نفت رو بگیرین. بازار گاز طبیعی رو جذب توی ویدیویی که قبلی صحبت کردیم راجع بهش، دیگه من تکرار نمی‌کنم. و دیگه چی رو داریم ببینیم؟ دو تا از استارتاپ هایی که تازه آی پی او شده بودن و دنبالشون میکردیم، دش و Airbnb بودن. Airbnb خیلی ضعیف تر بود، اینجا پوزیشن شورت راجع به صحبت کردیم، مطمئن نیستم که سر کلاس ها صحبت کردیم یا توی ویدیوها، اما فعلا به نظر خوب میاد و فعلا به نظر درست میاد، هرچند که خیلی فکر خوبی نیست شورت کردن یک سهام که کمتر از یه ساله به وجود اومده، ولی خب صرفا تکنیکال بود، این ترید صرفا تکنیکال بود، هیچ حرف فاندامنتال پشتش نبود. ولی خب پرچم شکست، ورود زیبا، نقطه استاپلاس مشخص و هنوز هم داخل ترید هستیم. اما دش کمی قوی تر بود برخلاف ایر بی ام بی. کماکان در بازار رنج نسبتا رنجی به سر میبره، کماکان جای تریدرها نیست و خیلی اطلاعات کمی داریم برای اینکه بخوایم تکنیکال درست حسابی بخوایم بزنیم راجع بهش. بنابراین به عنوان یک سرمایه گذاری طولانی مدت شاید جالب باشه، اما برای ترید یه کمی خطرناک هست به نظر. اما ترید های خوب و ترید های جذابمون ادوب بود، ادوبی دقیقتر بخوایم بگیم. ببینید بازار رو داریم از سال 2008 تا الان نگاه میکنیم، رشد بی‌نظیرش رو داریم نگاه میکنیم و در کنار اون تکنیکال بسیار زیبایی در سال 2020-2021 که امیدوارم خیلی همراه ما بوده باشن و گرفته باشن، پرچم بسیار بسیار زیبایی که اینجا تشکیل شد و مهمتر از اون شکست تست و ادامه حرکتی که بارها بارها توی کلاس‌ها راجبش صحبت کردیم، واقعا زیباتر از این نمیشد. بسیار بسیار ترید خوبی بود، امیدوارم که شما هم تونسته باشین ازش
استفاده کرده باشین. راجع به تسلا هم صحبت کردیم. تویتر هم بازار جالبی است. اونم دو سه تا ترید تا حالا داشتیم، خیلی خیلی ترید های جذابی بوده. هر بار که خبر بدی از تویتر میاد، اینجا جایی بود که آقای ترامپ تویتر ترامپ رو گذاشت کنار و همه به این نشستن خب دیگه تویتر از بین رفت. اونجا جایی بود که ما خریدیم، برخورد خط روند بود، تکنیکالمون با همون بود، یک ریسک به ریوارد یک به نزدیک 7 داشتیم. اینجا دفعه دوم بود، دوباره ریزش بزرگ تویتر، ریزش بزرگ تک رو داشتیم، دوباره برای ما نقطه خرید بود، استاپلاس مشخص. تا الان ریسک به ریوارد 1 به 2.5. پس حواستون باشه کی داره بهتون چه خبری رو میرسونه. بسیار عالی، به نظر میاد که برای این جلسه کافی است. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما حتما اگر یوتیوب رو فالو نکردین فالو بکنید. پلیلیست های جالبی وجود داره توش، پلیلیست ابزار تریدینگ ویو. تریدینگ ویو که میبینید خیلی بیشتر از اون که فکر کنید امکانات داره، حتی توی نسخه مجانیش. من پیشنهاد میکنم که برید اونجا ابزار ریپلی رو ببینید، ابزارهای رنج رو ببینید، ابزارهای مختلفی که هست رو جدای از ایندیکیتورها ببینید و مطمئنم که به کارتون خواهد اومد. خیلی خیلی مراقب خودتون باشین، به زودی میبینمتون. تا دفعه دیگه بتونید.